عزیزان بیننده اجازه بفرمایید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه آقای صدیق طریف خواننده استاد و مدرس آواز از تهران که با تلفن با ما خواهند بود و آقای بهراد توکلی محقق حوزه موسیقی و فعال سیاسی که در استودیو با ما هستند. قبل از آغاز برنامه این توضیح رو هم بگم طبق روال همیشه که ما در افق نو به حسب موضوعات از کارشناسان دعوت به حضور میکنیم که نظر ایشان الزاما نظر صدای آمریکا نیست. آقای طریف با شما شروع بکنیم. شما در تهران هستید، فضا رو از نزدیک لمس کردید. انتظار شما به عنوان یک هنرمند از رئیس جمهور آینده چه هست؟ با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه صدای آمریکا و سلام خدمت دوستانی که من دارم میشنوند. عرض کنم که به نظر بنده این نظری که دارم میدم همش بداهه هست و در واقع خیلی چیز نیست به میشه روش برحال بعدا موشکابانتر صحبت کرد. عرض کنم که به هر حال انتظار داریم که در برنامه هاشون در برنامه های کوتاه مدت میان مدت و دراز مدتشون در واقع برنامه جدیتری برای حمایت از هنرمندان در رشته های مختلف رئیس جمهور و در واقع مسئولین داشته باشند، مسئولین فرهنگی داشته باشند که بر اساس این برنامه بشود به هر حال برآورد کرد در طول سالهای مشخص و معین که در واقع دستاورد زحماتی که بر اساس مدیریت در واقع مدیریتی که در واقع می شود منتظر بود و انتظار داشت از رئیس جمهور و مسئولین نتیجه رو به هر حال در طی سالهای متوالی به اصطلاح بررسی کرد. تا در حال حاضر که سالهاست در واقع خود اهالی هنر برای برنامه‌هاشون معمولا خودشون دست به کار میشن، یعنی خودی که در واقع با مدیریت‌های فردی هر کسی بنده توانش بذاعتش که در واقع چندین برابر به تلاش بکنن تا بتونن یک اثر هنری رو در واقع به بازار عرضه بکنن یا کنسرت اجرا بکنن، در حالی که اگر با مدیریت کلان کشوری باشه، کلان کسانی باشه که در واقع باید بنشینند و برنامه‌ریزی بکنند، طبیعتاً بازده خودکار بسیار کلانتر خواهد بود و انرژی هایی که هنرمندان تک تک و به شکل فردی دارن در این کار به کار میبرن اینها یک کاسه بشه و تحت یک مدیریت دقیق که میشود برنامه‌های متعدد برای این کار در واقع برنامه‌ریزی کرد بر اساس اون برنامه‌ریزی قطعاً باز تابش و نتیجه بسیار بهتر خواهد بود. امروز روز به طور مثال یک موسیقیدان یک خواننده خودش مجبوره برنامه‌ریزی بکنه، در واقع سرمایه‌گذاری بکنه، چندین نفر رو دور خودش جمع بکنه، گروهی تشکیل بده، گروه خودش رو داشته باشه و خودش به تنهایی همین کار رو انجام بده. حالا یک چند نفر هم ممکنه کمکش بکنه ولی به هر حال خودش این کار رو میکنه. کار به نتیجه میرسه، ضبط هم میشه، کلی هم هزینه شده، تازه باید ببره عرضه کنه بازار که در شرایط فعلی بخصوص اول سابقا میشد یک کاریش کرد. آقای طریف من ببخشید کلام شما رو قطع میکنم، شما از آقای روحانی حمایت کردید مثل خیلی از هنرمندهای دیگه، آیا انتظارات شما در دوره قبل برآورده شد به عنوان یک هنرمند؟ دوره قبل مزید 4 سال قبل آقای روحانی مزدتونه؟ بله. ببینین آقای روحانی وقتی که اومد در واقع با یک دریای از مشکل مواجه شد در همه ابعادش، چه در حوزه اقتصاد و حوزه های اجتماعی، بالا من کاری به مسئله فعلا ندارم، در حوزه های هنری و فرهنگی بله با مواجه شد با مشکلات عدیده و متعدد. آقای روحانی به نظر من تا اونجایی که میشود اینا رو در واقع برایشان فاکت آورد فقط تونست فعلا متوقف بکنه در واقع آن خطری که داشت میرفت که همه چیز دیگه کاملا ویران بکنه. یعنی 8 سال و شاید قبلش هم این در واقع فضا بود، بکنه 8 سال قبل از ایشون واقعا من فکر میکنم بده گفتم رو به نظر من در حد توانش و امکانش تا حد امکان تونست یک مقدار جلوی این ادامه اون خرابی ها گرفته بشه و برسیم به امروزی که شاید ما به امیدی که در 4 سال آینده در واقع این توقفی که در واقع شده که بیشتر از این تخریب نشه فرهنگ و هنر، شاید امیدوار هستیم ما. به همین دلیل هم ما در واقع با آقای روحانی
رأی میدیم که امیدوار هستیم که در 4 سال آینده بتوانیم به طرف با برنامه‌ریزی که با مدیریت دقیق که من اشاره کردم قبلش که با مدیریت بتونن با مدیریت دقیق بتونن تا حد ممکن تو 4 سال آینده ما بارقه هایی از شکوفایی در واقع قابل توجه در خود هنرهای مختلف. سپاسگزارم آقای طریف، سپاسگزارم. اجازه بدید این سوال رو با آقای توکلی مطرح بکنم. آقای توکلی، آقای طبق آقای صحبت‌های طریف که آقای روحانی می‌خواست و نشد، شاهد این هم هستیم در هر دوره هر رئیس جمهوری که انتخاب میشه شکوه و گلایه هنرمندان شروع میشه، ولی در زمان انتخابات حمایت‌ها دوباره شروع میشه. این پارادوکس و تناقض در کجاست در فضای جامعه هنری؟ درود میگم به شما و هنرمند ارجمند جناب آقای طریف و همه بینندگان برنامه شما. ببینید، الان هر وقت دولت‌های اصلاح طلب سر کار بودن عموما می‌خواستن و نشده و نذاشتن. و صحبت و سوال اینجاست که وقتی که نمیذارن خب برای چی پس میان سر کار وقتی نمیتونن کار کنن؟ و برای چی وعده‌اش رو میدن؟ آقای روحانی 4 سال پیش اومد در مناظرات تلویزیونی گفت ربنای استاد شجریان باید پخش بشه، چرا نباید باشه؟ گویا که حالا همه مشکلات حوزه فرهنگ و هنر فقط پخش اون اثر بود. آیا انجام شد؟ آقای وزیر ارشاد اومدن خودشون رو در حد یک فیلتر شکن سایفون آوردن پایین، گفتن که ما باید فیلترینگ فیسبوک رو برمی‌داریم. آیا تونستن انجام بدن؟ برای مجوزهای خودشون تونستن پشتش وایستن؟ این همه مجوز کنسرت که لغو شد، برای بیشتر در مشهد هم لغو شد. بله بله، در شهرهای مختلف هم بود، در شهرهای مختلف هم بود، در اهواز بود، در بهبهان بود، آمارش رو دقیق هست. آیا اینا تونستن در واقع روی امضای خودشون فقط بتونن دفاع کنن؟ نه، هیچ وقت میگن ما دست ما نیست. خب اگه دستمون نیست برای چی بعدش رو میدیم؟ ببینید، من اجازه بدید دلخوشی هنرمندان چه هست به فضا اعتدال آقای توکل؟ ببینید اجازه بدید، من فکر میکنم این بحث خیلی گسترده تر از یه آلبوم موسیقیه که حالا دولت حمایت کنه در بیاد یا در نیاد و گروهی درست بشه. 3 تا استراتژی رو طرفدارای اصلاحات دارن جلو میبرن. یکی استراتژی وحشته، خب یکی فضای باز و بسته شدن فضای اجتماعیه که فرهنگ و هنر هم در این مقوله قرار میگیره، یکی هم موضوع معیشت مردمه. خب که این بحث من اینه، هر سه اینها از حوزه اختیارات دولت در حد بسیاری بیرونه. فضای اجتماعی که هنر و فرهنگ باید درش تنفس بکنه کی توسط دولت ها باز شده و کی توسط دولت بسته شده؟ نیروی انتظامی دست دولته، اداره اماکن دست دولته، حراست وزارت ارشاد دست خود دولته. آیا حتی در مورد زمان صدور مجوزها اینا اختیار ندارن در وارد بحث حراست بشن؟ اینو بحثایی که خیلی راحت میشه باز کرد و مستند کرد. من کلی برنامه در ایران ارگانایز کردم. خب هیچ چیزی دست... که شما میگین توکل، یعنی هنرمندان در ایران اینها رو نمیدونن؟ هنرمندا در ایران خیلی هاشون اینا رو میدونن. هنرمندا چند دستن؟ دسته اولشون که خب خیلی درصد کمی هستن، من تاکید میکنم خیلی درصد کمی هستن، خب امید دارن به امتیاز گرفتن از رئیس جمهوری که ازش حمایت میکنن. دارم تاکید میکنم درصد کمی است. وقتی که درصد زیادی که شما میدین اختیاراتی در این حوزه فرهنگی نداره، چرا بعضیا رو میتونن حمایت های اقتصادی، حمایت های کاری اینا انجام دادن؟ حالا خیلی البته میگم چون درصدشون کمه، اجازه من درصد بیشتر رو بگم. درصد بیشتری از دوستان ما فکر میکنن همون میرن سراغ استراتژی ترس، خب که وای اگر فلانی بیاد مثلا دیوار میکشه وسط پیاده رو، خب کنسرت رو همه رو تعطیل میکنن. خب اینا یک استراتژی نخنماییه که هر سال میارن وسط که یک ترسی رو مطرح کنن، مردم از ترس اون برن به وضع موجود یا وضعی که در واقع هر دوی اینا زیر مجموعه حاکمیته رای بدن. شما نکته دقیقی رو اول اشاره کردید، کسانی که در وضعیت موجود راضی هستن میرن رای میدن، کسانی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستن میرن رای میدن. بحثی نداریم ما با این قضیه، ولی حرف بزرگ زدن آقا اگر رای ندیم جنگ میشه. خب آیا آقای قاسم سلیمانی از آقای رئیسی دستور میگیره یا از آقای روحانی دستور میگیره؟ سپاه از آقای روحانی دستور میگیره؟ حوزه های اقتصادی سپاه رو آقای رئیسی کنترل میکنه؟ آقای روحانی کنترل میکنه؟ جمهوری اسلامی تصمیم گرفت ولخرجی هسته‌ای انجام بده، خب پول از دست مردم خارج شد، تصمیم گرفت کرنش قهرمانانه بکنه،
پول وارد زندگی مردم شد. خب اگر رأی مردم بود که آقای روحانی رو آورد و این آقای روحانی تونست برجام رو به نتیجه برسونه، آیا ذهن معظم الله شش ماه قبل از انتخابات از طریق وای فای به خداوند وصل بود که پیش بینی کرد ایشون میخواد رئیس جمهور بشه که مذاکرات هسته‌ای عمان رو بسپره دست ایشون و آقای ظریف؟ خب اینا سوالاییه که باید جواب داده بشه. همینجوری به عقب بر نمیگردیم که نشد استدلال. من صحبتمو با این چیز تمام می‌کنم. ویلدورانت حرف قشنگی رو تو تاریخ فلسفه میزنه، میگه متاسفانه با شرقی‌ها راحت نمیشه بحث کرد، به خاطر اینکه یک شعر رو میارن جای استدلال میشونن و از بابتش خیلی احساس رضایت خاطر میکنن. خب اگه قرار بود نظام به عقب برگرده، اگه موضوع 84 بود که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت نمی‌کردن که توجه میکنید؟ بعد میگردیم به شما. آقای طریف، آقای توکلی اشاره میکنن که خب کارنامه 4 سال پیش آقای روحانی در حوزه موسیقی، لغو کنسرت ها، توقیف فیلم ها، مثلا چاپ کتاب، کارنامه درخشانی شاید نباشه. شما چه امیدی دارین به عنوان یک هنرمندی که حمایت کردین از فضای اعتدال از آقای روحانی و هنرمندانی مثل شما، چه امیدی هست برای 4 سال آینده؟ ببین، نمیشه گفت آقای روحانی کارشون واقعا صفر صفر هیچ کاری نکرده. من برداشتم اینه که ایشون تلاششون کردن تا حد امکانی، تا حدی که در امکانشون بود فی الواقع، ولی منم توقع اونجوری ندارم که ایشون بخوان مثلا کاری بکنن کارستان، چون نمیشه از همچه کاری بکنن. اما به هر حال ببین، ما انسان ها با امید زندگی، ببینید کسی که در این فضا هست و قرار میکنه، ما با امید زنده ایم. به هر حال ما با آینده امیدوار هستیم، چاره ای هم نداریم. باید سی بار هر نمیتونیم که ناامید بشیم، دست بذاریم و بنشیم ببینیم چی میشه. به هر حال ما حقوقی داریم، ما خواسته هایی داریم، تلاش میکنیم که این خواسته ها رو مطرح بکنیم، تا حد امکان هم پشتش وای میسیم تا اونجا که بتونیم. نتونستن که نمیتونیم، چاره ای نداریم، ولی باید نمیتونیم بگیم که آقا ما باید دست خواسته هامون از خواسته هامون بگذاریم، خواسته هامون رو مطرح میکنیم تا اونجا این باشه بریم جلو. امیدواریم که به صلاح اون خواسته ها تا حدودی برسیم. حالا نمیدونم چه خواهد شد. من امیدوار هستم شخصا که در 4 سال آینده اگر آقای روحانی باشه بشود کارهایی کرد، چون علاقهشون رو من به در واقع مسائل فرهنگی میدونم به نسبت پیشینیان خودشون، ولی نگه منتظر باشم که ایشون کاری کارستان بکنن. به هر حال امیدوار هستیم و خودمون از دست نمیدیم. به هر صورت نمیدونم آیا خب امیدتون رو از دست نمیدین. آقای طریف، در رابطه با این شعار که به عقب بر نمیگردیم، آقای توکلی هم اشاره کردن، اگر کوتاه بفرمایید نگرش و اون فلسفه به عقب بر نمیگردیمی که هنرمندها در حمایت از آقای روحانی میگن چه هست؟ آقا یعنی به هیچ وجه ما نمیخوایم برگردیم به 8 سال گذشته. 8 سال گذشته واقعا به نظر من اوج ابتذال بود، اوج شکست مسائل فرهنگی به هنری بود. خب به هر حال من تو حوزه های دیگه، آقای روحانی به هر حال تاوری تونسته جلوی خیلی چیزا رو بگیره. زمانی که در واقع اومدن خیلی اتفاقات افتاده و خیلی اصلا همه چیز در واقع به نظر من در اوج اضمحلال بود. نمیگم ایشون اومدن و نفس مسیحایی همه چیز درست کردن، ولی به نظر من حداقل کاری که میتونست بکنه و ما همون نگه داشتن همون موقعیتی که بدتر از اون نشید، چون اگه 4 سال همون 4 سال ادامه پیدا کنه به همون شکل قبلی، قطعا فاجعه خیلی بیشتر به نظر می اومد. ولی من نمیدونم، به هر حال با نگاه ایدئالیستی که بخواید نگاه کنید، برای ایده های ما بسیار بالایی داره، ولی باید واقعیت رو بپذیریم. ما در یه واقعیتی قرار گرفتیم که در واقع به هر وسیله متمسک میشیم، چاره ای نداریم. همون داستان همون همشهری میگفت که داستانی هست که میگن که یارو تو دریا داشت غرق میشد، یک تمساح بهش حمله کرد، گفتن میخواد چیکار کنی اگه همش شاید قرار بگیری؟ گفت میرم رو درخت. آقا درختی وجود نداره. گفت میخوام من مجبورم که میفهمی چاره ای غیر از این نداریم. ما چاره ای غیر از این حداقل در زمان در حال حاضر نداریم. به هر حال امیدکی داریم به رفتار و کردار آقای روحانی، امیدواریم که امید ما خیلی دیگه به بنبست نرسه. با امید زندگی. شاید به نظر شعار داره، من شعار میدم، چاره ای نداریم ما. خب آقای توکلی، آقای طریف میگن هنرمندان در ایران چاره ای ندارن. حالا این بحث چاره ای ندارن، اصولگرایان چی؟ برخی هنرمندان هم به سمت و سوی حتی اصولگرایان. آقای محیط باشی، آقای بفرمایید آقای طریف بودم و خودتون هم شاهد بودید که در همون محیط بنده حدود 30-40 برنامه فقط برای استاد لطفی مدیریت کردم. بودم
و عرضم خدمتتون که ببینید این که میگیم هنرمندا نمیتونن کاری بکنن، من یه سوال میپرسم از شما و بینندگان سوال بکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من کوتاه میپرسم. هنرمندای ما الان وارد شدن، وارد میدان شدن با امید، با هر حالا هر چیزی که در ذهنشون هست و حساس شدن نسبت به مسئله کشورمون. خب من سوالم اینه، دو ماه پیش هنرمندا در برابر وضعیت هوای خوزستان چی گفتند و چه کردند؟ در برابر زندانی بودن همسنف خودمون آقای مهدی رجبیان موسیقیدان در زندان چه کردیم؟ در برابر اعتصاب غذاش چی گفتیم؟ در برابر اعتصاب غذای آرش، در برابر زندانیهای سیاسی که آقای روحانی 4 سال پیش اومده بود گفته بود که نه تنها حصری ها باید آزاد شن، بلکه همه زندانیان سیاسی باید آزاد شن. یک دونشون آزاد شد؟ یک دونشون. ما چه کردیم در برابر این؟ ما در برابر مطالبات صنفی خودمون چه کردیم؟ هیچی، چون هزینه داره. ولی رأی دادن هزینه نداره. خب رأی دادن هیچ هزینه‌ای نداره. میری رأی میدی، شنبه هم نتیجهش معلوم میشه، یا خوشحال میشه یا ناراحت میشه. ولی اینکه ما رأی نداریم، ما بله وقتی ما مطالبه نکنیم، بشینیم مراسم افطار وزارت ارشاد هم بریم، عکس هم به وزیر بگیریم، نمیدونم فلان، خب بله هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم و هیچ راهی هم من البته جسارت خدمت استاد محترم نمیکنم، من ارادت دارم خدمت استاد عزیزم و میشناسمشون و میدونم که این حرفایی که دارم میزنم شامل حال ایشون نیست واقعیتش، این موقع خدای نکرده سوء تفاهم خدمتشون نشه، ولی واقعیتش اینه جامعه هنری ما هم خب حالا خیلی فعالیت خاصی برای احقاق حقوق صنفی خودش نکرده. در همین 4 سال بود که کلاس‌های موسیقی فرهنگ سراها توسط آقای قالیباف و تیم آقای قالیباف تعطیل شد. خب دولت که هیچ کاری نکرد، هنرمندا چه کردن؟ یه دونه بیانیه بدینسین، یه دونه. خب حالا یهو اینجا همه در بحث رأی همه حساس میشیم، بسیارم عالی، ولی بعدش هم لااقل مطالبهمون رو بکنیم. حرف من اینه. در مورد وضعیت اصولگراها که شما پرسیدید، ببینید ما یک داستانی رو داریم به اسم دولت سیاه آقای احمدی نژاد. خب این دولت بی بند و بار و بی مبالاتی، خیلی هم به اصولگرایی ربطی نداره. من اصلا طرفدار اون گفتمان نیستم، خود کسایی که منو میشناسن میدونن. خب این بی بند و بار، این یعنی تخریبی که آقای تعریف درستی اشاره میکنن در همه حوزه ها اتفاق افتاد، خب یه جایی جلوش گرفته شد، یه جایی جلوش گرفته شد، ولی صحبت من اینه، هر جا باز میشه و بسته میشه لزوما با رأی مردم نیست. توجه میکنین؟ همونطور که گفتم قرار بود برجام به نتیجه برسه از 6 ماه قبل از اینکه آقای روحانی انتخاب بشه، تیمش رفت مذاکره شروع کرد. خب کرنش قهرمانانه انجام شد، پول اومد دست مردم، قیمت سیب زمینی اومد نمیدونم پایین، قیمت نمیدونم چی رفت بالا. با این چیزها واقعا نمیشه یک نگاه جامعی به مقوله کرد. به نظر من امیدی که پشتش هیچ استراتژی، من آرمان شعار نمیدم، من دارم حرفایی که خودشون زدن تو دوره قبلی، ادعایی که خودشون، شعارهایی که خودشون دادن، وعدهایی که خودشون دادن رو میگم. من صحبت نمیکنم که مجوز موسیقی نباید باشه، من میگم که آقا وزیر ارشاد اومده گفته ما نشر کتابو میسپاریم دست ناشرا، مجوزشو کو حرف من اینه کدومش اتفاق افتاده که الان من دلم خوش کنم که حالا برم به این رأی بدم این دفعه اتفاق میفته؟ صحبت من یک دقیقه زمان داریم. آقای تعریف اگر پاسخی برای صحبت آقای توکلی دارین بفرمایید. آیا از هنرمندان و از همسنفی خودتون دفاع میکنید که در شرایط نامطلوبی هستند؟ دفاع کنم از چی؟ سوال من این بود آقای تعریف، آیا از همسنفی های خودتون که در زندان هستند، از هنرمندان، آیا هنرمندان حرکتی در راستای وضعیت نامطلوب اونها انجام دادن؟ من نمازی هنرمندان نیست، اجازه بدین وارد این حوزه و این بحث نشم اگه ممکن هستش. من فعلا دارم راجع به مسئله صنفی و مسئله هنری دارم صحبت میکنم، اگه ممکن هست. من در مورد همکاران هنرمند شما میپرسم آقای تعریف. بله نمیفهمم یعنی چی داری میگی شما. بسیار عالی، پس من این سوال رو از آقای توکلی میپرسم. آقای توکلی خیلی کوتاه، بعضی از هنرمندان هم به خب زمان به پایان رسید، به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم. سپاسگزارم از آقای تعریف و از آقای توکلی که در برنامه بودند.